در گیرودار بازدید از واحدهای صنعتی ادعای جالب مدیرعامل یک کارخانه نظرم رو جلب کرد. این شرکت نه الان، آقا از 20 سال پیشم تو بازار حرف اولو میزده. همین سبب شد تا ذهنم درگیر تهیه گزارشی از اینجا بشیم. محصولاتی رو که قبلن کلن از خارج وارد میشده این محصولات رو تهیه کرده. پس با این همه تحریم چطور یک کارخونه میتونه این طور چپش پر باشه؟ نیروهای کارآزموده رو به کار گرفتیم، صرفه‌جویی‌های لازم در شرکت انجام شد، ماشینالاتی رو که در داخل میشه ساخت این ماشینالات رو ساختن و شرکتی که چند سال زیانده بود الحمدلله الان سوداوری بسیار خوبی داره. با ساخت انواع تایر از موتورسیکلت و دوچرخه تا شیلنگ‌های خانگی و صنعتی، حالا این شرکت یک پرچم داره. جناب شریفی، برای توسعه کارخونه قطعا دیگه نیاز به اصطلاح کشورهای خارجی نخواهیم داشت. دانشی رو که داریم با این روش از کشورهای خارجی کسب می‌کنیم، ان شاءالله در تکثیرش از مهندسین داخل کشور بهره خواهیم جست. و این یعنی خود باوری. محصولاتمون رو در آزمایشگاه با تجهیزاتی که به روز هست و در آزمایشگاه مستقر هست دائما تست می‌کنیم. به این شکل یک واحد صنعتی توانسته علاوه بر تأمین 70% نیاز داخل، هم ارز آوری کنه و هم صادرات. 5 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی در سال برای تولیدی که ما داریم و بازار رو بی‌نیاز کردیم از واردات. البته همراهی و همکاری مسئولان محلی هم تاثیرگذاره. پیگیری‌هایی که انجام شد در جهت رفع موانعی که بر سر راهش بودن، چه در داخل شهرستان چه در داخل استان، امروز شاهد این هستیم که تحول عظیمی در مجموعه این شرکت پیش خواهد آمد. با حسن نیتی که در مدیریت عامل شهرستان و شهرداری بود رفع و رجوع شده. در این مجموعه عظیم 1200 نیرو دو شیفت کار میکنه تا تنور تولید داغ باشه. تلاش شبانه روزی کارکنان این مجموعه حالا 129 محصول رو تولید و به بازارهای مصرف عرضه میکنه. شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، باغستان، شهریار.